هوا دیگر تاریک تاریک شده بود. هر کس روز هر جا رفته بود دیگر به مسجد برگشته بود. جلوی در چند نفر نگهبانی می دادند. داخل حیاط کپه کپه خانواده ها کنار دیوار نشسته بودند. دیوار حیاط به شکل منظمی به حالت محراب تو رفتگی داشت. به هر خانواده تقریبا به اندازه مشخص حریم خودشان را حفظ کرده بودند. دا هم زانوی غم بغل گرفته به دیوار تکیه کرده بود. یک دستش زیر چانه اش و دست دیگرش روی سرش بود. بچه ها هم دور و برش غم زده نشسته بودند. فقط منصور توی حیاط قدم می زد. آنها را اینطور که دیدم دلم آتش گرفت. جلو رفتم. دلم نمی خواست بچه ها را در آن حال ببینم. چشمشان که به من افتاد بلند شدم. دست بردم. سعید، حسن و زینب را توی بغل گرفتم. روی سرشان دست کشیدم و نوازششان کردم. دا با دیدن این کار من به گریه افتاد. بچه ها رو رها کردم. او را در آغوشم گرفتم و صورتش را بوسیدم. توی گریه هایش میگفت حالا بدون بابایت چه کار کنم؟ بدون اون من با این بچه ها چه کنم؟ حرفهایش دلم را میلرزاند. زیر فشار روحی زیادی خودم را کنترل کردم. نگاه بچه ها که با گریه دا بغض کرده و عشق می ریختند به من بود. نمی خواستم بشکنم. آخر آن روز خیلی اذیت شده بودند. به دا گفتم چرا بیتابی می کنی؟ خوب بود بابا توی تصادف از دست می رفت یا مریض می شد و به رحمت خدا می رفت. اینها را که گفتم گفت الحمدلله. دیدن دا در اون وضعیت ناراحت هم می کرد. آخر او در کودکی مادرش را از دست داده و خیلی سختی کشیده بود. وقتی هم با بابا ازدواج کردند خیلی مشکلات داشتند. اما در کنار هم خوش بودند. من می دیدم بابا به مرور و با زحمت در دفترچه حساب بانکیش هر ماه پول مختصری پس انداز می کند. تا اینکه یک روز دیدیم گردنبند 7 لیره‌ای برای دا خرید. دا خیلی ذوق کرد. هرچند زمان زیادی آن را به گردن نینداخت و برای خرید کولر گازی و نجات از گرمای طاقت فرسای تابستان مجبور شد آن را بفروشد. بابا خیلی ناراحت شد و به دا می گفت راضی به این کار نیست. ولی دا خودش خیلی اصرار داشت. حالا دا چنین کسی را از دست داده بود. نیم ساعتی آنجا ماندم. وقتی خواستم بروم دا گفت بمون، نرو. گفتم کار هست باید برم. گفت زهرا تو دل آتیش نریا، من میشناسمت، هر جا خطره میدوی. فکر منم باش، دیگه طاقت داغ ندارم. گفتم نه، من تو مسجد جامع به مجروحا میخوام برسم. نهایتش اینه که میرم جنت آباد به لیلا سر بزنم، نگران نباش. این را به دا گفتم در حالی که از عصر به این طرف مصمم بودم هر طور شده بروم خط. میخواستم بروم پلیس راه، جایی که بابا جنگیده و به شهادت رسیده بود. میخواستم آنجا را ببینم. راه افتادم طرف مسجد جامع. توی حیات مسجد به آقای سلیمانی برخوردم. با اینکه میدانستم مواد غذایی کجاست و چی داریم، ولی میخواستم با نظر و اجازه آنها برای جنت آباد غذایی بردارم. گفتم من دارم میرم جنت آباد، چیزی داریم براشون ببرم؟ گفت برو نان و هندوانه بردار. رفتم گوشه حیاط، از توی کارتون نان درآوردم. از بین هندوانه‌های محبوبی که از اصفهان رسیده بود، چند تایی برداشتم. هیچ کیسه و نایلونی پیدا نکردم که نان‌ها را در آن بگذارم. ناچار پیراهن زنانه‌ای از بین لباس‌هایی که گوشه مسجد ریخته شده بود، بیرون کشیدم. نان و هندوانه‌ها را در آن پیچیدم. آستین لباس را گره زدم و مثل بغچه روی دوشم انداختم و راه افتادم. کوچه‌ها و خیابان‌ها خلوت و تاریک بود. از هیچ جا نوری بیرون نمی‌زد. از کنار دیوارها راه می‌رفتم. گهگاه صدای سوت خمپاره‌ای را می‌شنیدم.
از دوری و نزدیکی صدا تشخیص می‌دادم نزدیکم می‌افتند یا نه. راه جنت آباد را که در مسیر خانمان بود خوب بلد بودم و چشم بسته هم می‌توانستم بروم. از سر کوچه‌مان گذشتم. فکر خانمان و اینکه بابا دیگر هیچ وقت به آن بر نمی‌گردد اشکم را درآورد. به راه هم ادامه دادم. هرچه بیشتر به جنت آباد نزدیک می‌شدم تپش قلبم هم بیشتر می‌شد. بابا اینجا خوابیده بود. حس می کردم دلبستگیم به اینجا بیشتر شده. دعا دعا می کردم توی جنت آباد کسی رو نبینم و مستقیم بروم سر مزار بابا. برخلاف خواستم همه جلوی در اتاق غسالها توی تاریکی نشسته بودن. از همون دور بلند صدا زدم: لیلا، لیلا. توی نور کمرنگ مهتاب دیدم لیلا از کنار زینب خانم بلند شد و با قدمهای سنگین به طرفم آمد. به نظرم آمد مثل روزهای قبل نیست، توی خودش بود. وقتی جلو آمد حس کردم با من رو دربایستی دارد و نمیخواهد من صورتش را ببینم. سلام کرد، جواب دادم و پرسیدم: خوبی؟ چیزی نگفت. معلوم بود قبلش خیلی گریه کرده، نگاهش را از من میدوزید. پشت سرش زینب خانم هم آمد. حس کردم با رفتارش میخواهد ما را دلداری بدهد و بگوید شما تنها نیستید، ما پشت و پناهتان هستیم. با هم به سمت بقیه رفتیم. سلام کردم. همه به احترام از جا بلند شدند. مریم خانم بغلم کرد و گفت: دختر وقتی نیستی دلم برات خیلی تنگ میشه. تشکر کردم و گفتم: میخوام برم سر مزار بابا. دستم رو گرفت و نگذاشت. گفت: فعلا بشین، خسته ای، بعد برو. نشستم روی موکتی که پهن کرده بودند. کفشایم رو در نیاوردم. همینطور ساکت بودم. زینب و مریم خانوم و اون پیرزن حرف می زدن تا من و لیلا را از فکر و خیال در بیاورد. لیلا هم لب از لب باز نمی کرد. می دانستم بغض و گریه دارد او را هم خفه می کند. ولی جلوی من خودداری می کند. فکر کردم اگر من عشق بریزم لیلا هم به تأثیر من راحت گریه می کند. اما نباید این اتفاق می افتاد. بیچاره قصال ها چه گناهی داشتند؟ بعد از این همه کار کفن و دفن یک ساعت دور هم نشسته بودند تا استراحتی بکنند و از آن حال و هوای غسالخانه بیرون بیایند. آن وقت روا نبود ما با گریه و زاری ناراحتشان کنیم. سعی کردم سکوت را بشکنم و خیلی عادی با زینب و مریم و خدیجه خانم همراه شدم. بین صحبت‌های ما گاه پیرمردها هم چیزی می‌گفتند و اوضاع را تحلیل می‌کردند. دقایق سختی بر من می‌گذشت. فضا برایم خیلی سنگین بود. دوست نداشتم آنجا بنشینم و نقش بازی کنم. میخواستم فرار کنم. این ملاحظه کردن ها حالم را بدتر میکرد. زنگ تلفن به فریادم رسید. این صدا انگار بهانه‌ای برای فرار از آن وضعیت بود. یکی از پیرمردها بلند شد و رفت گوشی را جواب بدهد. من هم فرصت را غنیمت دانستم که از بین جمع بلند شدم. همون موقع پیرمرد صدایم کرد و گفت: دختر سید با تو کار دارند، خواستن سریعتر خودت رو برسونی مسجد جامع. تعجب کردم، فکر نمی کردم کسی آنقدر من رو بشناسد که دنبالم بفرستد. از جا بلند شدم و همزمان با حرکت سر و چشم از زینب خانم خواستم که هوای لیلا را داشته باشد. سری تکان داد که خیالت راحت باشد. خم شدم، دستم رو دور گردن لیلا انداختم، صورتش رو بوسیدم و آرام گفتم: قصه نخور، جای افتخار داره بابامون شهید شده، شهادت عزت داره. بعد خداحافظی کردم. دلم میخواست بروم سر مزار ولی گفته بودن سریعتر خودم را به مسجد جامع برسانم. رفتم جلوتر تا حداقل سلامی بکنم. جلوی تابلوی اعلانات ایستادم. تابلو جایی دورتر از اتاقها بود و کسی مرا نمیدید. انگار این تابلو هم برایم عزیز شده بود. جای مشت بابا را که روی تابلو فرو رفته بود بوسیدم. رو به مزارش ایستادم. توی آن تاریکی و از دور به مزار نگاه کردم. یاد شیطنت هایم، یاد مواقعی که اذیتش کرده یا حرفش را گوش نکرده بودم بد جور آزارم میداد. دلم میخواست مرا ببخشد. با این حال این فکرها را از سرم بیرون کردم و گفتم: سلام بابای بی وفا. چطور دلت اومد تنها بذاری بری؟ چطور از زینب دل کندی و رفتی؟ مگه به دا قول نداده بودی که نذاری سختی بکشه؟ الان که بدتر شد چرا به قولت وفا نکردی؟
لااقل صبر میکردی علی میومد بعد میرفتی. بعد دستی روی تابلو کشیدم، فرصتی نبود. آخرین چیزی که گفتم این بود: بابا علی که اومد خرم شهر، تو از خدا بخوا منو بیاره پیشت، از خدا بخوا من به تو ملحق بشم. بعد به سرعت از جنت آباد تاریک که سنگینی غم همه جایش را فرا گرفته بود بیرون زدم و راه مسجد را در پیش گرفتم. اینکه چه کارم دارن، چه اتفاقی افتاده، چرا گفتن سری خودش را برساند، ذهنم را مشغول کرده بود. پایم به مسجد نرسیده یکی از آقایان جلوی در گفت: خواهر حسینی، باز اینا قاطی کردن و به هم ریختن، تو رو به خدا شما به زبون بگیریدشون، شاید آروم بشن. منظورش 3-4 تا زن و بچه‌ای بود که در اثر موج انفجار توی این چند روز دچار مشکل اعصاب و روان شده بودند، ولی اون موقع هنوز کسی نمی‌دونست موج انفجار چه معنی دارد و دلیل این همه بی‌تابی و رفتار غیر طبیعی اینها چیست. به خاطر همین فکر می‌کردند اینها از نظر ذهنی عقب افتادند. غروب که آنجا بودم، همین دختر نابینا با شنیدن صدای انفجارها با جیغ و فریاد توی حیاط دوید. من جلو دویدم، بغلش کردم و پرسیدم: چیه؟ چرا جیغ میکشی؟ نترس، گفت. میترسم، گفتم. نترس، اینجا که خبری نیست، همه مردم اینجا هستند، گفت. نه، الان عراقی ها میان، گفتم. جرأت نمی کنن، بچه هامون جلوشونو گرفتن، منم اینجام، نترس، برو تو مسجد، هر وقت کاری داشتی به من بگو. با این حرفا آرام شده بود، با مهربانی گفت: بمون پیش من، جایی نرو، وقتی تو پیشم باشی دیگه نمیترسم. گفتم: الان نمیتونم فقط همینجا باشم، کارهای دیگه ای دارم، ولی تو هر وقت کار داشتی من میام پیشت. مسجدی ها هم که رفتارم رو با گنوا و این دختر دیده بودن، وقتی نتوانسته بودن اینها رو آرام کنند به جنت آباد زنگ زده بودن. صدای داد و فریاد تا بیرون می آمد. رفتم توی شبستان. بیچاره مردمی که توی مسجد بودند با صدای اینها زابراه شده بودند. دخترها هرچه تلاش می کردند آرامشان کنند موفق نمی شدند. زهر فرهادی، رعنا نجار و مریم امجدی حسابی عصبانی شده بودند. می گفتند یکی از آن موجیها که زن جوان و سفید روی بود و طفل چند ماهه‌ای در شکم داشت، اول از همه شروع به سر و صدا کرده، بعد بقیه به هم ریختند. از شانس چون بین دخترها فقط من زبان عربی می دانستم و این چند نفر عرب بودند، آنقدر حرف زدم و قربان صدقه شان رفتم تا توانستم قائله را بخوابانم. بچه ها کمک کردند، لقمه گرفتیم و دستشان دادیم. خیالمان راحت شد مردم می توانند حداقل از دست اینها آسایش داشته باشند و توی این آوارگی چند ساعتی سرشان را روی زمین بگذارند. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها ترس دارم از شب بس شبه بی خاطره ها خدا نور را پنجره را نور پشت پنجره